پس در مردم سالاری دی اسلامی یا دموکراسی دینی با تعریف اندیشه سیاسی شیعه بیعت مردم لازم است اما کافی نیست. بیعت مردم لازم است اما کافی نیست و با رضایت خلق هم کسی نمیتونه مالک مردم بشه. یعنی این حق تعیین سرنوشت مطلق نیست، مشروط است به رعایت کرامت و عدالت مردم. حاکم حتی با رأی ملت نمیتونه هر کاری دلش بخواد با ملت بکنه، ولذا میگیم اعتبار قانون باید به یک چیزی فراتر از قرارداد اجتماعی هم بند شده باشه و ریشه داشته باشه تا محکم باشه، و الا بشر اگر خودش قانونگذار مطلق باشه بدون توجه به عقل و شرع بر اساس امیال، امیال اقلیت یا اکثریت یا فرد یا حزب یا طبقه یا صنف، هر چیزی، چون ما حکومت صنفی هم نداریم، چیزی به نام حکومت روحانیت ما نداریم در شیعه که یک صنفی باشن، حکومت الله و ضوابط الهی داریم. روحانیت اون حجیت اگه پیدا میکنه حرفش از باب طریقیت نه موضوعیت، یعنی از باب کارشناس و تخصصه. در واقع حکومت شریعت است، حکومت فقه، نه حکومت فقیه به عنوان شخص. شخص موضوعیت نداره، طریقیت داره، ولذا مشروطه. اگر بشر خودش به طور مطلق قانون گذار باشه بدون هیچ قید شرعی و عقلی، وقت با چه استدلالی میتونه تابع قانون باشه؟ اصلا سوال اینه، سوال اینه، به این سوال کسی جواب بده. قانونی که خودم گذاشتم به چه دلیل باید خودم تابعش باشم؟ این سوالی که جواب بده. قانونی که خودم دلم خواست و گذاشتم به چه دلیلی من باید، با چه استدلالی باید من تابع این قانون باشم، فدای این قانون بشم، از منافع خودم به خاطر این قانون بگذرم؟ خودم گذاشتم این قانونو، این مخلوق خودمه. این سوال در مورد تمام قوانین سکولار و حقوق بشر با تعریف سکولار جاری است. اگر حقوق بشر ریشه الهی نداره و جعل الهی نیست و کشف عقل و شرع نیست و قرارداد محضه تابع میل منه یا اقلیت یا اکثریت یا حکومت یا طبقه خاصی است، چرا باید تابع این ارزش ها، این حقوق، این عدالت، این قوانین باشم؟ خب ارزش ها رو خودم ساختم، چرا تابعش باشم؟ او تابع من بوده، اون تابع من بوده. چرا انسان تابع قانونی باشه که خودش اون قانون رو نوشته و گذاشته و خودش هم میگه هیچ دلیل قطعی عقلی شرعی براش نیست، همینجوری دلمون خواست مثلا خوشمون اومد، منافع ما رو تأمین میکرد، قانونی که خودم نوشتم چرا باید تابعش باشه؟ این پرسش بسیار مهم است. این جوابی نداره. خودم نوشتم، خودم هم نقضش میکنم، خودم هم خلافش رو میتونم بنویسم. دیروز اون نوشتم، فردا اینو مینویسم. چه الزامی دارم و چه التزامی به این قانون هست؟ یعنی خودم از خودم اطاعت کنم؟ اونم برای چی حالا؟ اصلا میگه آقا خودت از خودت اطاعت کن، برای چی باید خودم از خودم اطاعت کنم؟ اینجا هم استدلال شما نداری. فقط یه جور میتونی استدلال پیدا کنی که بگی آقا فراتر از امیال و نفسانیت فرد و جمع، اقلیت و اکثریت یا گروه و حزب و طبقه و صنف و چه و چه، فراتر از اینا، فراتر از همه قراردادها و پروتکل‌ها، یک اصول قطعی ثابتی وجود داره که با عقل و وحی کشف میشه و اونجا میتونی بگی من چرا باید تابع قانون باشم. چون این ریشه داره در هستی شناسی، در انسان شناسی، در فرجام شناسی، به سعادت و شقاوت بشر مربوطه، به خدا، به مبدا، به معاد مربوط میشه. اینه که فقط با حقوق شرعی اسلامی، با قوانین اسلامی دینی، یعنی با حکومت دینی میشه به لحاظ فلسفی و منطقی مجاب بشیم که ما تابع یک قوانینی، یک ارزش‌های اخلاقی باید.